افسون زد زمینه دل خواهر یاره، دل خواهر یاره، خاک تو، خاک تو، تاریخ تو، مردان کوی، مردان کوی جاودانه. جنبش زنان پیشاهنگ ایران. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم غیورم هم صبورم، طفلی از آبستن تو. برنامه از رادیو آزادگان. من زن ایرانیم، هم سایه و هم نسل شیری، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. درودی صمیمانه خدمت شما هموطنان گرام و سلامی خالصانه حضور همه اونهایی که آواره هستند، در کشورهای گوناگون زندگی میکنند، در ایران در کشوری هستند که خودشون رو غریب احساس میکنند. به هر صورت به تمام ایرانیان و فارسی زبانان سلام و درود میفرستم. براشون امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشن و روزهای روشن رو در آینده هرچه سریعتر ایران ببینیم و بتونیم همه به مملکتمون برگردیم، یا اگرم برنگشتیم بالاخره دورادور شاهد موفقیت و سازندگی اون وطن به دست جوانان، به دست اونهایی که متعهدن به اون آب و خاک باشه. در برنامه جنبش زنان پیشاهنگ برنامه دیگری هست که با همکار بسیار محترم و دوست گرامم در ارتباط هستیم، میهمان برنامه هستن که بریم خدمت ایشون و گفتگومون رو شروع کنیم. بهترین درودها خدمت شما جناب هوشمند گرام. درود بر شما سرکار خانم ارشادی عزیز، در خدمتون هستم. روز و روزگار بر شما و بر شنوندگان عزیز برنامه به خیر باشه. سپاسگزارم. در رابطه با حقوق زنان میبینیم که صحبتهای پراکندهی در همه جا هست. در جدیدن در عربستان آمدن و گفتن تبلیغ اسلام رو، تبلیغ مذهب رو قدغن کردن و اجازه نمیدن که این کارو بکنن. به زنان دارن آزادی های بیشتری میدن و به این عقیده هستن که آزادی زنان باعث میشه که اون کشور پیشرفته تر و پیشرفته تر از اینی که هست باشه. ولی در کشورهای سایر اسلامی شیعه، یکی مثل کشور خودمون، میبینیم که هنوز زن رو دارن میکوبن و نه تنها حق و حقوقی بهش نمیدن، بلکه زنانگیش رو هم قبول ندارن به جز اینکه یک کالا باشه. اینکه در رابطه با اینکه شما وکیل پایه یک دادگستری بودید، خواستیم که ازتون سوال بکنیم حقوق زنان در اسلام چیست و اکنون چگونه بهش نگاه میکنند؟ خانم ارشادی عزیز و شنونده های عزیز برنامه، ببینید نیچه یک جمله خیلی قشنگی داره که میگه دین وسیله‌ای برای استثمار و استثمار توده مردم جهت سیاسی است. در واقع تفاوتی میان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی نیست. هر آنچه که نام دین دارد ما میبینیم که در اون چه قوانینی آمده که زن رو همیشه به عنوان یک شهروند درجه دو حساب میکنه. ببینید این حجابی که امروز انقدر در اسلام سرش بحث هست عیناً در زرتشت آمده، عیناً در اوستا این حجاب آمده که زن باید گردی صورتش فقط مشخص باشه و دستاش به این صورت باشه. و خب همین نارضایتی از زرتشتی سبب میشه که زمانی که تازیان صدر اسلام به قول معروف موبدان زرتشتی مردم واقعا مثل هایی که امروز شد کلافه هست، مردم از دست موبدان کلافه بودن و انگیزه ای بر علاقه
بله صداتون یه مقدار قطع و بس شد، بفرمایید. بله عرض میکنم که اینها انگیزه ای برای مبارزه، ببینید امروز اگر کسی به ایران حمله بکنه حقیقتا ما هیچ انگیزه ای برای مبارزه علیه دشمن نخواهیم داشت. بله در اون زمان هم چنین بود و اینقدر موبدان ظلم کرده بودن تحت نام دین که مردم انگیزه ای برای دفاع از ایران نداشتند. و حالا بحث اون خائن بزرگ سلمان رشدی که پشت مسلمان ها ایستاد و چگونه به مملکت خود پشت کرد. بنابراین هر جا که سخن از دین هست بحث عقلانیت بسته خواهد شد. باز در زرتشتی ما میبینیم که برخلاف ادیان دیگه که حالا در مسیحیت زن از دنده چپ مرد به وجود میاد، در اسلام به طرز دیگه مرد تنها بوده و شیطان وسیله، در اسلام میدونید که این داستان خلقت زن هست که میگن بله. شیطان به خدا میگه که من چه راهی دارم که آدم رو از راه به در بکنم، خدا میگه بهت پول میدم، شیطان قبول نمیکنه، میگه میتونن در برابرش ایستادگی بکنن، دو سه تا پیشنهاد میده و نهایتا خداوند میگه که خدا یعنی اللهشون میگه که من زن رو میآفرینم و زن وسیله ای برای تو باشه. ببینید این نگاه، این نگاه ابزاریه دیگه، درسته؟ غیر از این اصلا ما هیچ نام دیگه ای میتونیم بذاریم روی این نگاه. خیر. اما در زرتشتی ما میبینیم که خشی و خشیانه به عنوان دو برگ که در یک گیاه کنار هم میرویند. این برای نخستین بار در کل تاریخ ادیان نخستین و آخرین بار هست که زن و مرد برابر کنار هم میرویند، اگرچه که عرض کردم در آیین زرتشتی هم ما داریم مسائلی که واقعا حقوق زنان رو نادیده میگیره. اما وقتی مقایسه میکنیم که آیین زرتشتی به عنوان یکی از قدیمی ترین آیین های دنیا، خیلی کهن هست، حدود 7-8000 سال کهن هست و حالا به یه عبارتی میگن 7-8000 سال، به یه عبارتی میگن 3600-700 سال و بعد ادیان دیگر رو بررسی میکنیم، میبینیم که خیلی متجددانه تر و خیلی با نگاه برابرتر به زن و مرد نگاه کرده در آیین زرتشتی. عرض میکنم تا اینجا اگر سوالی دارید من نه خیر خواهش میکنم که بعد... در رابطه با اسلام و بعد. زن فرمودید، اگر که دوستان قرآن رو خونده باشن، البته من قصد این ندارم که بخوام رد بکنم یا این که بگم که درسته یا غلطه، در حوزه کار من نیست، اطلاعات اونچنانی ندارم در مورد دین، ولی همینقدر میدونم که زن خیلی کمتر از اون چیزی است که در اروپا یا در آمریکا به اون میپردازن، حق و حقوق رو بهش میدن. بفرمایید، سراپا گوش هستم. الو جناب هوشمند، داریم صحبت میکنی؟ صدای من رو دارید؟ بله الان صدای شما رو دارم، صداتون قطع و وصل میشه. الو جناب هوشمند، جناب هوشمند. بله بله الان صدای من خوب هستش؟ الان بهتره، الان خیلی بهتره. بسیار عالی. عرض میکردم خدمتتون که یادم رفت چی داشتم. در مورد زن و اسلام بود که فرمودید سوالی دارم. من عرض کردم خدمتتون که هرگز در اسلام به زن احترام گذاشته نشده مگر اینکه زبانی اینها صحبتش رو میکنن، وگرنه میگن که باید زیر پوشش اجازه مرد سفر کنی، با مرد باید مرد خونه خودت اجازه بگیری پدر و مادرت رو ببینی، و به قول یکی از این شعرامون که شعر قشنگی نوشته، یک آیه بنویس و هر کاری خاصی انجام بده. بله میفرمودید. بله عرض میکنم که فکر کنم این شعر فروغ هست. نه خیر، یک شاعر ایرانی است که اتفاقا باش ما گفتگو هم کردیم که یه مقدار اشتباه شده که مال فروغ، خیر مال یه آقای ایرانی است که بله حیدر نژاد یا یه همچین چیزی. بفرمایید. بله خدا حفظشون بکنه. در صورت عرض میکنم که بله هر جای نام دین میآید عقلانیت از در دیگر
خارج می‌شود. اما اینکه ما از حقوق زنان وقتی صحبت می‌کنیم، ما دقیقاً راجع به چه چیزی می‌خوایم صحبت بکنیم؟ آیا حقوق زنان آن چیزی است که عوامل و خودفروختگان رژیم جمهوری اسلامی سعی دارند به ما القا بکنند؟ یعنی آیا حقوق زنان آن چیزی است که خانم علی نژاد در صدای آمریکا با چهارشنبه سفید داره بحث میکنه، یا ما چیزی فراتر از این میخواهیم؟ در این شکی نیست که مشکل کشور ما مشکلی فراتر از حجاب هست. اینکه ما چی بپوشیم، نه فقط من مرد، یک زن چی بپوشه، بله یک بحث اصلا شخصیه و احدی حق نداره در اون دخالت بکنه. اما ما وقتی از حقوق زنان صحبت میکنیم فقط در این مورد صحبت نمیکنیم، ما داریم از همه جنبه ها صحبت میکنیم. پس اجازه بدید وارد، من نمیخوام زیاد بحثای تاریخی بکنم. ببینید آخه میگن که اسلام حق برابری به زن رو داده، میگیم چرا؟ میگن چون عربا دختراشون رو زنده به گور میکردن، بعد اسلام اومده، مثلا محمد اومده به فاطمه ارزش یک نصف انسان رو داده. بذارید وارد بحث دیه بشیم. ما فرض بکنیم، این رو میدونید که دیه زن و مرد فقط تا یک سوم مبلغ دیه برابر هست. یعنی اگر خسارتی که به زن وارد میشود تا یک سوم مبلغ دیه باشه، اگر فرض بکنیم دیه مثلا 90 هزار تومن هست، ضرر وارده اگر تا 30 هزار تومن باشه، زن و مرد دیهشون برابره، بشه 30,001 ریال. دیگه نمیتوانند این دیه رو برابر بکنند، یعنی 30,001 ریال دیه نصف میشود. متوجه شدید؟ بله. یعنی حالا بیایم جانم، یعنی دیه چگونه نصف میشه؟ حالا بیایم فرض رو بریم بگیریم که این اتفاقاتی که میفته، زن رو میخوان مجازات بکنن و میگن که، یا مردی به زنی تجاوز میکنه، حکم قتلش میاد و میگن که اگر دیه بده یا نده، یه همچین صحبت هایی میکنن. در این رابطه همینه که نصفشو میدن؟ بله، بحث دقیقا همینه. ببینید، بله ببینید، چون میگه دیه زن نصف دیه مرد هست. بله. اگر زنی علیه مردی جنایتی رو انجام بده که این مرد به قول معروف باید کشته بشه، ببخشید این زن باید اعدام بشه، زن رو به راحتی اعدام میکنن. بله. اما اگر مردی زنی رو بکشه، چون دیه مرد دو برابر زن هست، خب یعنی اگر دیه رو ما بگیریم 100,000 تومان، ارزش جان یک مرد 100,000 تومانه، ولی ارزش جان یک زن 50,000 تومانه. آفری. بله. حالا یک زنی آمده یک مردی رو کشته و میخوان، ببخشید، یک مردی آمده یک زنی رو کشته، درست شد؟ بله. و ولی دم میخواد که این مرد اعدام بشه. طبق شرع اسلام میان استدلال میکنن، میگن این آقا 50,000 تومان خسارت زده، در صورتی که وجودش 100,000 تومان میارزه، ما نمیتونیم اینو اعدامش بکنیم مگر اینکه شما یه ولی دم که میخواید این اعدام بشه، اون 50,000 تومان ما به تفاوت رو پرداخت بکنید به وراس این آقا. یعنی طرف اومده یک خانومی رو کشته، بچه هاش یا پدر مادرش عزادارن، داغ دارن، حالا تازه باید برن یه پولی هم بگیرن بدن دست خانواده طرف که بتونن طرف رو اعدام بکنن. متوجه شدید؟ بله بله. بعد ما میگیم اینا دین برابریه. نه، این دین برابری نیست. اصلا میگن که به زنم خیلی احترام میذارن، مشخصه. خیلی. بله. انقدر احترام میذارن که در سوره نساء آیه داریم، من اگه بتونم این آیه رو پیدا بکنم الان برای شما میخونم، ما در سوره نساء آیه داریم که میگه که زنها، من واقعا از شما و از شنوندگان برنامه عذر میخوام که همچین سخنی رو میخوام بگم، میگه زنها مانند زمین زراعی هستن، پس مرد از هر جهت که بخواهد میتواند آنها را آبیاری کند. بله.
عالیه، برابری. دقیقا برابریه. اصلا شک نکنید. این آیه در سوره نساء هست. حالا من الان متاسفانه نمیتونم پیداش بکنم که بخونمش. و من خاطرم هست که ما یک دادگاهی داشتیم، به استناد همین حکم طلاق صادر نکردن برای موکل من که یک خانومی بودن. بله. ببینید اینها که ما الان در کشورشون هستیم دارن از این بره بام میوفتن، میگن همه باید رضایت بدن و رضایت نباشه نمیدونم زن و شوهر رضایت نباشه میتونه شکایت بکنه، اون هم از اون طرف بام دارن میوفتن. ما کی میخواییم بفهمیم که زن واقعا یک انسانه؟ منظورتون در اسلامه که باید بفهمیم؟ نه نه نه، اصلا ما ایرانی ها فکر نمی کنید تا زمانی که مذهب اسلام هست زن همین گونه خواهد بود؟ اصلا شک نکنید. غیر از اصلا بحث ما بحث حقوق زنان اصلا ما بذاریم کنار، تا روزی که اسلام در کشور ما هست همین است که هست. بله. برای اینکه ما یاد نمیگیریم احترام گذاشتن به همدیگر رو. ببینید بذارید اینطوری براتون میگم، وقتی که دارید فقه رو میخونید یا قرآن رو میخونید میگه که کشتن بده، خیلی بده، گناهه، درست. پس نکشید. اما اگر کشتید در راه الله، این اماها خراب میکنه، اما اگر کشتید در راه الله بهتون جایزه میدم، بیاین بریم بهشت. متوجه شدید؟ بله. در هر صورت بمیر تو، حالا زحمت برای ما کم کن، حالا میفرستننت میگن به بهشت. بله. میگه دزدی بده اما دزدی از کافر خوبه، زنا بده اما زنا با به قول معروف زن کافر برای هدایت بس. من مطالب هی میاد توی ذهنم. ببینید کسی که مرتد میشه به اسلام، کسی که از اسلام خارج میشه، بله، اگر مرد باشه اعدامش میکنه، درست شد؟ بله. اما اگر زن باشه، ببینید اصلا آدم حیران میشه در برابر این حد از نرمش در برابر بانوان در دین مبین اسلام. میگه اگر زنی مرتد شد در زمان از آن او را بزنید، آنقدر بزنید که یا توبه کند یا بمیرد. چطور شد؟ مرد را راحت میگیریم میکشیم بالا. بله. متوجه شدید؟ بله بله. اینها درد خانم ارشادی، اینها درد ما مردمی که یک زمانی یک عرض میکنم که در کاوش هایی که در محل پارسه یا همون تخت جمشید انجام دادن، یک سری کتیبه هایی پیدا کردن که این کتیبه ها رو میگن فیش حقوقی بوده در اون زمان. بله. و باستانشناس هایی که روی این کتیبه ها کار کردن، اینا شاید مثلا بهتون بگم به اندازه یه انگشت هستن. این کتیبه ها روشون نوشته شده که مثلا، و اینا میگن خیلی جالبه که در اون زمان دستمزدی که خانوم ها میگرفتن برای کار کردن در پارسه با دستمزد آقایون برابر بوده و بسیاری سرکارگر خانوم ما داشتیم. و کسانی هم که باردار می شدن، عذر می خواهم قطعتون می کنم، کسایی که باردار می شدن حقشون رو کامل پرداخت می کردن. زمانی هم که باردار دقیقا بودن حق، یعنی حاملگی بهشون می دادن، بارداری بهشون می دادن. شما اشاره دقیقا فرمودید به سوره النساء، نوشته اگر که کاری کردید در کدوم کتاب، البته کتاب دینی ها حالا هر کدومش جای خود داره، جای نقد داره، ولی میگه 3 روز میتونی همسرتو اگر حرف خونتو جایی برد. حالا شما فکر کنی یک زن و شوهری با هم دعوا میکنن،
زنه دلش پره، میره برای مادرش تعریف میکنه، برای خواهرش تعریف میکنه که این رو امروزه از نظر روانکاوی میگن این درد باید بیرون بیاد، در بدن نمونه، در داخل روح، در اون جسم و روح باقی نمونه که آدم بتونه احساس سبکی بکنه و زندگی رو بتونه بهتر بسازه. میگه قرآن میگه 3 روز مجازات داری، اول باید دور از اتاق خواب بخوابی، روز دوم میتونی بعد. روز اول که شوهرت میتونه کتکت بزنه با شاخه آلبالو، انگور یا همچین چیزی هست که خیلی محکمه. یعنی این 3 روز مجازات رو نوشته. بعدی ها میگن نه بابا، گفتم قرآن بذار زیر بغلت با چوب آلبالو بزنتت. خب چه فرقی داره؟ خشونت همین به چشمه، به دهنه، به دندون کروجه رفتنه، همه اینا خشونته. عذر میخوام قطعتون کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. ما یک پرونده من داشتم که موکل من بگم هرش کتکش میزنم. جاتون رو یه مقدار تغییر بدید جناب هوشمند گرام. خواهش میکنم. الان خوب هست؟ الان بله بهتر. نمیدونم چطور میشه که یه صداتون میلرزه. بفرمید. من نمیدونم به خدایم. بله خواهش میکنم. اینترنت یک جایی ثابت نشستم. درسته. بفرمید. بله. عرض میکنم که خواهش میکنم. بله ما در صدد بودیم که ثابت بکنیم که این آقای خانوم رو میزنه و هرچی که ما میرفتیم ارزم به حضورتون که مراجعه میکردیم به پزشکی قانونی، نمیتونستیم ثابت بکنیم که ایشون رو میزنه. تا اینکه من یک روزی از موکل پرسیدم بابا این چطور تو شما رو میزنه که جاش نمیمونه، و این خانوم به من گفتش که این من رو لباسای من رو در میاره، حوله خیست میپیچه دور تن من و من رو با ترکه میزنه. جدی میگی؟ این هم دردش بیشتره هم جاش نمیمونه. درست. و واقعا ما هیچ جوری نمیتونستیم ثابت بکنیم غیر از این که توی جلسه دادگاه قرار شد ما یه کاری بکنیم که این آقا رو تحریک بکنیم که حمله بکنه و بخواد بزنه. این تنها راهی بود که ما بتونیم این کار رو بکنیم. ببینید همه ایرادها هم حالا شاید متوجه اسلام نباشه. ما اولا ببینید، اول از همه چیز، من زمانی که در ایران درس میدادم همیشه وقتی داشتم قوانین کلاس رو میگفتم بانوان کلاس بی توجه بودن. بعد از هر 9 نفری که من از کلاس اخراج میکردم، از هر 10 نفر حداقل 8 تاشون از خانوم ها بودن، چون واقعا بی توجه بودم به قوانین و فکر میکردم به صرف این که من خانوم هستم میتونم از قوانین سرپیچی بکنم. یعنی هنوز ببینید، من عذر میخوام که اینطور دارم واضح صحبت میکنم، هنوز بانوان کشور من به این باور نرسیدن که اگر من حقوق برابر میخواهم باید خودم بیش و پیش از هر چیز خودم رو با دیگران برابر بدونم. نه اینکه من حقوق برابر میخواهم اما در صف نونبایی به صرف اینکه زن هستم معتقد باشم که باید مردها نوبتشون رو بدن به من. متوجه شدید؟ بله بله. این شماره 1. بله. شماره 2، آقایانی که هموطن من هستند، ما مردها باید به این باور برسیم که زنها موجوداتی هستند برابر با ما، فقط یک مقداری از نظر فیزیکی ما با هم تفاوت داریم، وگرنه ما همه انسان هستیم. بذارید یک مثال دیگه بزنم از اینکه چرا ما نمیتونیم به حقوق برابر برسیم. شما از مدرن ترین، از روشنفکر ترین دختران تهران، اصلا بگیم دختران شمال تهران، اصلا دیگه از اینجا دیگه فکر نمیکنم روشنفکر تر ما داشته باشه، دخترانی که در شمال تهران زندگی میکنن خیلی باز هستن و از نظر حجاب و این چیزا معمولا همه منتقدن که اینها خیلی ولنگار هستن، وقتی به اینها میگی شوهر،
اینها فکر میکنن شوهر یعنی یک شخصی که اینا برن تو خونهش زندگی بکنن و اون براشون پول بیاره. خواهر من، دختر من، عزیز من، زندگی اون زمانی برای شما ریشه و اساس خواهد داشت که شما وابستگی مادی به هیچ مردی نداشته باشی. اون روزی که شما یه زن روی پای خودت وایساده باشی، اون روزی که شما یه زن مردی که میاد طرفت بدون اگر میخواد شما رو داشته باشه، فقط باید با احساس زیبا و قشنگ دوست داشتن و عاشقی کنار شما باشه، اون روز شما میتونی یک زندگی موفق تشکیل بدی. نه وقتی که یک زن مرد بدونه من تا وقتی که پول دارم و برای این زن پول خرج میکنم و این وابسته اقتصادی به من هست، من برنده هستم و من میتونم این زن رو داشته باشم. جناب هوشمند، عذر میخوام قطعتون میکنم، اجازه بدید من یک میخوام این سوال ازتون بکنم. به قول شما حالا ورای مذهب، به مذهب کاری نداریم، وقتی که یک دختر کوچیکی در جشن عروسی، در جشن تولدی، در جای یه لباس عروسی میپوشه با اون حالت بچگی شروع میکنه رقصیدن، بزرگترها چی بهش میگن؟ ایشالا خودت عروس بشی، یعنی خوشبختی این است که تو عروس بشی. حالا بزرگم که میشه کی شوهر میکنی بیایم شیرینی تو بخوریم؟ یعنی تمام مدت این رو قضا به مغز یک دختر از بعد به تولد میدن که اگر تو ازدواج کردی اون شاهزاده رویای هات رو که یک مرده و تو عروسی میکنی، اون باید تو رو خوشبختت کنه. علت بسیاری از بدبختی ها، علت بسیاری از این گرفتاری ها شاید این باشه که جامعه درس زندگی در مدارس چه به دختر چه به پسر نمیده. پسر شاهزاده رویاهای یک دختر نیست که برای عروسی بیاد، یا اون دختر همینطور. حالا شاید از نظر مالی نتونه این کار رو انجام بده، ولی میتونن به اندازه دو همدم با هم زندگی بکنن. تعلیم بد در مدارس و جامعه است. به عقیده من در مدارس اگر که یاد بدن با یک زن چگونه رفتار بشه، با یک کسی که ازدواج میکنه چه توقعاتی از زندگی داشته باشه، درس زندگی بدن. شیمی میدن، فیزیک میدن، زبان میدن، عربی میدن، هر چی شما میگین جز درس زندگی. بله، البته خب این در ببینید در پیش از مدرسه هم هست، یعنی در وقتی نگاه بکنیم به خانواده های ما، خانواده هایی که دختر و پسر دارن، فرزند دختر دارن و فرزند پسر دارن، ما ببینیم چطور اینها تفاوت قائل میشن. مثلا به پسره میگن که مرد که گریه نمی کنه، ولی به دختر میگن دردت اومد چرا گریه نکردی؟ بله، متوجه هستید؟ بله. من یک مثالی رو میزنم، حالا میخوام بگم ما باید تمرین بکنیم که برای دیگران زندگی نکنیم. من یک مثالی رو همیشه در حرفام زدم برای چه موکلینی که اومدن به دفتر من مراجعه کرده بودن در زمانی که من در ایران بودم، چه برای دانشجوام گفتم. اجازه بدین این مثال رو اینجا بزنم. خواهش میکنم. فرض کنیم یک خانوم و آقای با هم ازدواج کردن، بیاید اصلا بریم عقبتر، یک فردی رو در نظر بگیریم که نمیخواد ازدواج کنه، دوست نداره ازدواج کنه، و این آدم برای حرف مردم داره زندگی میکنه. هر جایی که این آدم حاضر میشه بهش میگن تو چرا پس دیگه داره دیر میشه، ترشیدی یا پیر پسر شدی یا پیر دختر شدی، یا تا اینکه تحت فشار این حرفا این آدم ازدواج میکنه. هنوز دو ماه از ازدواج اینها نگذشته که اینا هر جا وارد میشن وقتشه دیگه ها، پچپچای پشت سر، دیدین اجاقش کور بود واسه همین بود ازدواج نمیکرد. بابا دو ماه مگه مایکروویوه؟ اینها تحت فشار حرفهای مردم که همون جامعه اول باشه رو میارن. بله بچه اول رو میارن، هیچ کس نمیاد بهشون احترام بذاره که آقا شما خودتون میخواید تک فرزند بشید، یکی کمه. دومی رو میارن، یکی کمه، دوتا قمه، ستا که شد خاطر جمعه. میزنه سومی دو قلو عذاب در میاد.
الان به نظر شما الان چی میگن مردم؟ او نگاهشون کن، جوجه کشی رو انداختن، یارو انقدر حریص بود تا این سن مونده بود حالا نمیدونه چجوری بذار. ببینید زندگی کردن برای واقعا معذرت میخوام ولی این حقیقت جامعه ماست. دقیقاً همینطوره. دقیقاً این حقیقت اوریان جامعه ماست. اگر بخوایم برای حرف مردم زندگی بکنیم این حکایت ما. هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. برگردیم به بحث حقوق زنان. خانم ارشادی عزیز، عذر میخوام، من ببینید جناب هوشمند گرام، قبل از اینکه شما به حقوق زنان بپردازیم که بسیارم حائز اهمیته، میخوام از شما دعوت بکنم در یک برنامه. میدونید که امروزه طلاق در ایران بسیار زیاده و دلایل خاص خودشو داره از هر جهت. بله. که بگید، من خیلی خوشحال میشم که یک بار به این بپردازیم، چون قرار است در آینده میزه گردی داشته باشیم، چون این الان شده یک معضل در کشورمون. علاوه بر این که در خارج از ایران ما مرتبا، یعنی اکثر رسانه ها به مسائل سیاسی میپردازند و فرهنگی و اجتماعی. بله. مثل همون مدرسه است، اگر که درست گفته باشم تمام درس های مفید داده میشه جز این که درس زندگی چیست، که علت طلاق چیه، از کجا ریشه یابی کنیم. شما به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و دکتر روانکاو، جوانانی که در این رابطه هستن، اول با هم یکم صحبت کنیم، بعد من دعوت بکنم یک میزه گرد هایی داشته باشین در حتما، این رابطه. حتما طلاق، حتما من در خدمت شما خواهم بود و تجربیاتی دارم خانم ارشادی که اگر تعریف کنم شاید فکر بکنید دارم یک فیلم کمدی رو تعریف میکنم از طلاق هایی که دیدم. اما حقیقت این هستش که حالا به طور خیلی اجمالی من بخوام بگم، در مدتی که من کار کردم ریشه اصلی جدایی ها رو در ایران من در مسائل جنسی میبینم، چون بچه های نسل انقلاب دهه 50 و دهه 60 به خاطر فشارها و استرس هایی که بود، چه در زمان انقلاب و بعد در زمان جنگ ایران و عراق، جنگی که دجال زمان خمینی تحمیل کرد بر مردم ما، و حتما شما سندش رو شنیدید که ایشون آمده و گروهی از ارتشی های عراق رو دور هم جمع کرده و بهشون میگه که به صدام پشت بکنید، به ما بپیوندید، به انقلاب اسلامی بپیوندید، ما هم با شما خواهیم بود، صدام رو براندازی بکنید. به این زمینه ساز اون اختلافش. انقلاب می شود که گروهی از همکاران من، اون جنگ می شود در واقع، و گروهی از همکاران من در صدت هستن که با استناد به این سخنرانی علیه این خمینی خونخوار در دادگاه های بین المللی طرح شکایت بود. عرضم این هست که بچه های دهه 50 و 60 که ما هستیم به خاطر فشارها اکثرا مشکل داریم، مشکل داریم در روابط جنسیمون. خیلی از ببینید، من خیلی از خانوم ها رو دیدم و خیلی از آقایون رو دیدم که مشکل، چطور بگم، یک بیماری هست، چسبندگی دیواره رحم ظاهرا اسمش هست، درست میگم؟ چسبندگی دیواره رحم، و متاسفانه به شهادت یکی از آشنایان من در ایران که پزشک زنان بودن، این فوق‌العاده شایع هست میان زنهایی که متولد 50 و 60 هستن و میگه ریشه اصلی این استرس هست. همینطور در آقایون مشکلاتی که دارن، که اکثر طلاق‌ها ریشه، یعنی میتونم به راحتی بگم 80% ریشه‌اش در این مسائل جنسی هست، برای اینکه ما نه آموزش میبینیم. و حالا من هی میخوام صحبت، هی پرونده ها میاد تو ذهن من برای اینکه خاطرم هست توی یک پرونده‌ای بود، چون آقا داماد بلد نبود، بله،
در شب عروسی کاری کرده بود که کلن برای عروسانو مشکل پیش اومده بود و به قول معروف به جراحی میگن... کشیده شده بود. بله بله دقیقا دقیقا. بگذاریم خانم ارشادی عزیز، ببینید حقوق زنان یک بحث فوق‌العاده گسترده ای است. من مرد ایرانی اگر بدانم در لحظه ای که دخترم رو دارم میدم به یک آقایی به عنوان عرضم به حضورتون که همسری اون مرد، چه چیزی برای او خوانده می شود که محرم شود به آن مرد، اگر واقعا ایرانی باشم و اگر واقعا اون غیرتی که دارم میگم رو داشته باشم، اجازه نمیدم این آیات و این حقیقتا به قول سلمان رو شیطانی خوانده بشه. نکاح در اصطلاح عامیانه‌ای که ما استفاده میکنیم بهش میگیم عقد ازدواج، درسته؟ ولی میگن یک معنی بدی داره اگر چه درست گفته باشم به عربی. بله دقیقا. نکاح به معنی عقد در هم آمیختگی است. بله آفرین. بله یعنی و عقد یعنی قرارداد در فارسی، یعنی قرارداد در هم آمیختگی. یعنی من مرد دارم دخترم رو میدم به یک مردی که باهاش قرارداد در هم قرارداد آمیزش داره میبنده و هر قراردادی ثمن دارد، یعنی عوض و معوض دارد. ثمن این معامله مهریه است که برای دختر تعیین میشود. توهینه اینا، به خدا همش توهینه. توهین به زنه، دارن یه عقدی رو میبندن که اصلا توهین به مردم هست، اصلا توهین به پدر اون دختره. و بعد میاد آیه میخونه، میگه که قال رسول الله النکاح سنتی، میگه که پیغمبر اسلام گفت عقد سپوختن سنت من است. راستم میگه دیگه. ببینید حالا برمیگردم باز دوباره به سر بحثم، اینجا یه پرانتز باز بکنم. پیامبر اینها 180 خورده ای زن داشته. الواقدی و ابن خلدون دو روایت متفاوت در مورد حجاب دارن. یکیشون میگه که زمانی که عایشه رو عقد کرد این انسان که نبود، میگه که زمانی که عایشه رو عقد کرد به قدری این عایشه زیبا بود که آمد و اون آیه های حجاب رو آورد که کسی دیگه عایشه رو نتونه. یک منبع دیگه میگه ایشون به حدی ازدواج کرده بود که زنهای پیغمبر به فساد و فحشا افتاده بودن، نمیرسید به هیچ کدومشون. و بعد برای اینکه شناخته نشه که این زنها کی هستن اومد حجاب رو آورد. خب حالا میگه ان نکاح و سنتی، فمن رغب عن سنتی لیس من، کسی که به سنت من علاقه ای نشون نده، رغبتی نداشته باشه، از من نیست. اونم که خب سنتش هم که سنت نگاه. بعد میگه که انکه تو، یعنی به عقد سپوختن در آوردم، و زوجتو، و زوجتو یعنی لنگ به لنگشون کردم، موکلتی، موکلم را که همون خانوم هست، علا صداق معلوم، به قیمت مشخص، لموکلی، برای اون مرد، برای موکل مرد، قال قبلتو، بگید که قبول دارم. متوجه شدید؟ وقت جالب اینجا سه بارم میخونن، دست میزنن و کل میکشن، بعدم همه میگن که عروس رفته گل بیاره، چون هیچ کدوم نمیفهمیم منظورشو.
دقیقا همینطوره خانم ارشادی، دقیقا همینطوره. و بعد زن رو زن وارد زندگی میشه با این آیه منحوس. حالا بیایم فرض بکنیم من امروز میخوام راجع به همین، یعنی در همین حد حقوق زنان رو در یک زندگی به صورت اجمالی در یک زندگی زناشویی ترسیم میکنم و بعد این بحث خیلی وسیع هست، ایشالله باید در هفته های آینده ادامه شد. حتما امیدوارم، البته به جایش ایشالله میگم امیدوارم. حتما زن وارد زندگی میشه، یک زن از نظر اسلام و از نظر قوانین موضوع ایران وظیفش آوردن فرزند صالح و مرتب کردن زندگی هست، نه اینکه بره بیرون کار بکنه. ببینید از ریشه دارن زن رو خشک میکنن، آوردن فرزند یعنی خیلی عذر میخوام واقعا از بانوان کشورم، من عذر میخوام، به زن به عنوان یک دستگاه جوجه کشی نگاه میشه. بله. بعد هی میگن غرب داره نگاه ابزاری میکنه، آخه این نگاه ابزاریه یا اون نگاه ابزاریه؟ ما میبینیم در خراسان در افغانستان هنوز دخترها رو میفروشند. بله. در خراسان خود ما، در خراسان، در سیستان و بلوچستان خود ما دخترها رو میفروشند، یعنی طرف میره زنش رو میخره. آفرین بر اسلام. درسته؟ بله. اون وقت این نگاه ابزاری نیست، ولی این که یه خانومی بیاد توی تبلیغ وایسه توی غرب مثلا، حالا توی کشورهای غربی مثلا یه چیزی رو تبلیغ بکنه، این میشه نگاه ابزاری. بعد میگن الگوی زن ایرانی، چرا الگوی زن ایرانی باید فاطمه زهرا باشه؟ فاطمه زهرا چه کاری، چه تاجی به سر زنهای دنیا زده که مثلا الگوی زنهای دنیا بخواد باشه؟ دختری که به روایت شیعه، حالا به روایت خودشون، 9 سالگی شوهر کرده، 6 شکم زاییده و 18 سالگی مرده، یعنی در تمام عمر گوهربارشون ایشون فقط باردار بودن و زاییدن، یعنی کار دیگه ای نکردن که. درسته؟ بله کاملا. خب ما چرا باید ایشون رو مثلا سمبول یک زن ایرانی بدونیم؟ چه کاری مثلا ایشون چه دقیقاً چه کاری کرده که ما ایشون رو سمبول یک زن ایرانی بدونیم، در صورتی که ما در زمان خشایارشا فرمانده کل نیروی دریایی امپراتوری پارس یک خانم بوده؟ چرا اون خانم نباید بشه سمبول و به قول معروف الگوی زنهای ایران؟ میدونید چرا گرامی؟ باز هم اجازه بدید که برگردم به آموزش و پرورش کشور. در کشوری که ما داریم یاد میدن که دارا میره جنگ، سارا میره پشت جبهه، زن یک شهید اگر شد میره زن یکی دیگه میشه و این رو میتونه انجام بده، سیغش میشه تا اون که از جبهه برمیگرده بتونه کارش هم انجام بده، یعنی فاحشه اسلامیش میکنن و بهش نمیگن. بله. که در گذشته تاریخ جزء درس های مهم ما در مدارس نبود، هر کس میتونست تک ماده کنه، جغرافی جزء درس های مهم نبود، میتونست تک ماده کنه، ولی شما هرگز فیزیک و شیمی و انگلیسی رو نمیتونستی تک ماده کنی. اگر اون تاریخ و جغرافی که امروز سوئد اینقدر بهش پابنده، یعنی از دروس مهم مدارسه، شما از یه بچه پسر 7 ساله بپرسید فلان شهر کجاست، بلافاصله بهتون میگه، چون جغرافی مملکتش رو بلده. اینها دلیل این است که ما ندونیم به عربی چی میگن، هل هلم میکنیم، نقلم سرش میریزیم و بعدم جلوی همه نمیدونم این آیه بد رو میخونه و بعدم عروس با ناز و عشوه میگه بله. اینها ندونم به کاری هاییست که آموزش و پرورش به بچه ها، به جوان ها یاد نمیدن. کجا یاد بگیرم؟ دقیقا خانم ارشادی، من یه خاطره رو تعریف کنم از زمانی که من دوم دبیرستان بودم. خواهش میکنم. کارنامه ترم اول ما اومد، من دوره اول نظام جدید بودم، در اون زمان خب حالا نظام جدید بود. کارنامه ترم اول ما اومد، من هندسه گرفته بودم 2500، فیزیک گرفته بودم مثلا فرض کنید نیم، یادم میاد که ریاضی رو
کلن اصلا صفر شده بودم، با اینکه پدر من معلم ریاضی هستش. شیمی رو همینطور هلوش، همه نمره ها زیر یک بود، یعنی این فیزیک و شیمی و هندسه و اینها همه زیر یک بود. بعد تاریخ 20 شده بودم، ادبیات 20 شده بودم. نازمینا میخواستن منو اخراج بکنن از مدرسه و من مدام با خانواده در جنگ بودم که آقا من ریاضی نمیفهمم، من دوست دارم برم علوم انسانی بخونم. نازم مدرسه صدا کرد که ما میخواییم تو رو اخراجت بکنیم و فقط یک راه داره، اونم میخواد بینید خب پدر من رو میشناختن، من فقط یه راه داره، ما تو رو سر صف صدات میکنیم به عنوان شاگرد تنبل و تو عذرخواهی میکنی از ما که درس نخوندی و تعهد میدی که این درس های مهم رو بخونی و دیگه حالا اون درس های فرعی مثل تا فرعی مثل تاریخ و نمیدونم جغرافی و ادبیات و اینها رو، حالا اونا رو با ده هم اگه رد کردی رد کردی، ولی درس های اساسی مثل ریاضی و فیزیک. و خاطرم هستش که اینها منو بردن سر صف، جلوی صف وایسادم، شما بگید 400 تا همسن و سال من همه وایسادن به صف وایسادن و من قراره که عذرخواهی بکنم که درس نخوندم. ناظم ما بعد از اینکه کلی تحقیر کرد، نمیدونم کجا هستش ایشون، اگر زنده هست که همیشه زنده باشه، اگر فوت کرده خدا از سر تقصیراتش بگذاره، گفت خب تو چه حرفی داری حالا خودت دفاع کنی؟ من قرار بود، خب طبق قرار قبلی قرار بود که من از ایشون عذرخواهی بکنم و تقاضای عفو و بخشش بکنم که برگردم مدرسه. ماله. گفتم که من میکروفون رو که گرفتم گفتم از بچگی هم خود خیره سر بودم من، یعنی به درد همین وکالت میخوردم که همچین وایسم جلوی دیگران. گفتم که به من هیچ ربطی نداره که فیثاغورس و قضیهش چی میگن، اصلا به من چه که نیوتن چی میگه، من دوست دارم تاریخ کشورم رو بدونم. آفرین. و از نظر من ندونستن ریاضی عیب نیست، ولی ندونستن تاریخ عیبه. خانم ارشادی خدای من شاهده، آنچنان در گوشی خوردم از این ناظم که هنوز صداش تو گوشمه. این به حال این فرهنگ ماست. خب زن آمد و وارد زندگی شد. ما چقدر وقت داریم که من شما صحبت کنی؟ 20 دقیقه دیگه وقت داریم. بسیار عالی. زن آمد و وارد زندگی شد و حالا به عنوان یک همسر در زندگی حضور داره. خب بچه ای میاد. ببینید زن و مرد مشترکن، علل قاعده مشترکن وظیفه تربیت فرزند رو بر عهده دارم. پیش از ازدواج، من این نکته رو اضافه بکنم، پیش از ازدواج، آخه ببینید من اصلا نمیشه این بحث رو جمع کرد. اسلام میگه دختر برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد. بله. ولی کیست؟ پدر و جد پدری، یعنی پدر و پدر بزرگ پدری. خب بعد میگه از چه سنی میشه ازدواج کرد؟ ببینید در کشورهای پیشرفته و در زمان پیش از شورش 57، ما در ایران در قانون مدنیمون داشتیم که یک سنی بود، سن رشد بود، و میگفتیم هر اتفاقی حقوقی که قراره برای یک فردی بیفته از این سن رشد به بعد باید بیفته که 18 سال. کاملا درسته. درست شد. اینها که اومدن، این متحجرین که آمدن، این عرب زاده ها که آمدن، اینا خب کار که بلد نبودن بکنن، هی اومدن چی میگن ابروشو درست کنن، زدن چششم کور کردن، اومدن ورداشتن این سن رشد رو حذف کردن. بعد سن رشد جایگزین شد با چی؟ با بلوغ شرعی. بلوغ شرعی در دختران شد 9 سال تمام قمری، یعنی به تاریخ شمسی ما 7 سال خورده ای، و در پسرها شد 15 سال تمام شمسی، یعنی 7 سال خورده، ببخشید 13 سال خورده ای. خب بعد میگه از کجا بفهمیم بلوغ شرعی اتفاق افتاده؟ یعنی اصلا ملاک ارائه کردن اینها شاهکاره.
نمیگه بیا برو نمیدونم ازش 4 تا سوال بپرس و ببین عقلش میرسه یا نه، نمیگه فلان کار رو بکن، نمیگه، میگه برید، من عذر میخوام این عین حکمه، میگه برید و به عورت او نگاه بکنید ببینید مومی روید یا خیر. این ملاک بلوغ و رشد عقلیه. خب ببینید وقتی اسلام داره این ملاک رو برای بلوغ و رشد عقلی ارائه میده دیگه، پس معالن ما به این نتیجه میرسیم که از نظر اسلام عقل شخص در عورت اوست. بله. اصلا کدوم صحبت اصلی رژیم غیر از مسئله کمر به پایین نبوده؟ به قول یک دوستی میگفت اگر این مسائل کمر به پایین رو از اسلام حذف بکنیم کل قواعد فقهی ما توی برگه یادداشت 10 در 10 جا میگیره. شما فکر کنی یکی میرقص اسلام به خطر میفته دیگه، وای به احوال احکامش. ای داد. خانم ارشادی ببینید، 3-4 روز پیش یک خانم 45-6 ساله‌ای با من تماس گرفته بودن و ایشون می‌خواستن ازدواج بکنن، یه سوالی از من پرسیدن، من اجازه می‌خوام این بحث رو اینجا باز کنم. ببینید ملاک این اذن ولی در کمال شرمندگی ملاکش باکرگی است. حالا این بکارت به هر طریقی که ازاله شده باشه، یعنی از بین رفته باشه، دیگر نیازی به اذن ولی نیست. خانم 45 ساله‌ای با من تماس گرفته، میگه تا امروز نتونستم ازدواج بکنم و هنوز دختر هستم، الان خواستگاری دارم که پدر من رضایت نمیده. خب ببینید حالا دو تا راه داره ایشون، یا باید بگی که آقا من بکارتم ازاله شده که باید بره پزشکی قانونی این رو باید گواهی بکنه، یا اینکه باید بره دادگاه و بعد از 1 سال دوندگی این اجازه رو بگیر. من هرگز به بانوانی که به من مراجعه کردن برای مسائل خانوادگی پیشنهاد ندادم که با من به دادگاه بیایید. خاطره ای رو عرض میکنم از اوایل دوران کارآموزی من، با یکی از همکاران خانم به دادگاه خانواده ونک رفتیم. همکار خانم من رفت برای اینکه وکالتنامه ها رو ارائه بده به شعبه و من رفتم برای اینکه کپی تهیه بکنم از یه سری اوراق پرونده. آمدم و دیدم دعوا شده. قاضی به گمان اینکه همکار من خانومی است که آمده طلاق بگیره پیشنهاد صیغه داده بود. بله. این حکومت عدل علیه، این حکومت اسلامیه. خواهش میکنم کسانی که مسلمان هستید و دارید این برنامه رو گوش میکنید نگید اسلام این نیست. آخه اسلام این نیست، اسلام طالبان نیست، اسلام داعش نیست، اسلام سوریه نیست، اسلام جمهوری اسلامی نیست. پس این اسلام چیه؟ ما که هرچی داریم میبینیم که همینه، قرآنش هم رفتیم خوندیم همین بود که بزنید و بکشید و ببندید. و از صدر اسلام تا امروز شما برید تاریخ اسلام رو بخونید ببینید همش دارن میکشن، سر رسالتش جنگ، سر امامتش جنگ، سر خلافتش جنگ، همش دارن هم دیگر رو میزنن میکشن با هر علم و دانشی، با هر گونه علم و دانشی اینها دشمنی دارن، مخالفت دارن. چه بر سر کتابخانه های ایران آوردند با این جمله معروف اگر قرآن نیست که کفر است بسوزانید، اگر قرآن هست که ما قرآن داریم پس بسوزانید. چه کردن با کتاب های دانشگاه جندی شاپور ما؟ نگید اسلامی نیست، برید بخونید، برید مطالعه کنید. پس یک زن مادامی که باکره هست نیاز به اذن پدرش داره یا جد پدری که بتونه ازدواج بکنه. حالا زن باردار میشه،
آمدیم، وارد زندگی شدیم، زن باردار میشه، برای بچه‌ای که در شکم مادر هست مشکلی پیش میاد. خب و حالا باید بین جان بچه و جان زن یکی انتخاب بشه. خیلی متاسفم که این رو اعلام بکنم که معمولا میگن بچه جانش ارجحیت به جان مادر داره. یعنی یک، ببینید از منظر حقوقی انسان زمانی دارای اهلیت میشه که زنده به دنیا بیاد. اهلیت یعنی توانایی دارا شدن حق و حقوق، و ملاک این دارا شدن حق و حقوق زمانی است که این آدم، این بچه، این نوزاد زنده به دنیا بیاد. ما داریم میگیم یک بچه‌ای که از نظر حقوقی و فقهی در حکم عدم است، این عدم نیست، در حکم عدم است، یعنی انگار که وجود نداره، ما میگیم اینی که در حکم عدم است ارجحیت داره به اینی که وجود دارد. متوجه شدی؟ بله. مادر ارجحیت داره. دقیقا. حالا فرزند به دنیا، پدر و مادر به هر دلیلی نمیتوانند با هم زندگی بکنند، بحث طلاق پیش میاد. ماده 1133 قانون مدنی میگه طلاق حق مرد است و مرد هر زمان بخواهد میتواند زن خود را مطلق کند. آفرین به این اصل. درست شد؟ طلاق حق مرد است. میگه میومدن پیش من میگفتن ما حق طلاق گرفتیم. کسی حق طلاق، ببینید حق رو نمیشه واگذار کرد. خب حق رو میشه وکالت داد برای انجامش. کسانی که شنونده این برنامه هستید، اگر برای دخترتون میخواهید حق طلاق بگیرید، مطمئن باشید که اون آقا حتما سند ازدواج رو فردای عقد برداره، به دفتر اسناد رسمی بره و یک وکالت بلاعزل برای خانم، برای دختر شما تنظیم بکنه که طبق اون وکالت بلا از اختیار طلاق رو به دختر بده، و امضا کردن شرط طلاق در سند ازدواج چون از صلاحیت سردفتر هیچ ترتیب اثری در دادگاه بهش داده نخواهد شد. آیا آقایون این کارو میکنن به راحتی؟ خب ببینید آقایون اگر بخوان این طلاق رو بدن، فقط یه سنگ جلوی پاشون هست، اون همینه که کلیه حقوق مادی زن رو تادیه بکنن، یعنی نفقه، مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت رو پرداخت بکنن. نفقه یعنی هزینه‌ای که، ببینید نفقه تعریفش میشه خوراک، تهیه خوراک، پوشاک و نیازهای بهداشتی زن، مسکنش توسط همسر، این میشه نفقه. مهریه رو هم که اینها توافق کردن، اینی هم که میگن مهریه رو تا 110 تا میدن و اینا، نه این چیزا وجود نداره. مهریه موضوعی توافقی است و دقیقا مطابق اون توافق میان حکم میدن. چیزی که اتفاق افتاده اینه که تا 110 سکه میان حکم بازداشت مرد رو به علت بدهی میدن، از 110 سکه اگر بیشتر باشه حکم بازداشت نمیدن. اگر کسی بخواد مثلا حکم بازداشت همسرش رو بگیره، چون مهریه تنها اهرام فشاری هست که از طرف زن میشه بر مرد وارد کرد که از این حق طلاقش استفاده بکنه و زن رو مطلقه بکنه. جناب هوشمند، آیا در رابطه با مهریه شما اشاره فرمودید، آیا قانونی در مورد مهریه هست؟ به طور مثال دیدیم که امروزه مهریه های بسیار عجیب و غریبی، 2 کیلو بال مگس، 3 کیلو نیلوفر، نمیدونم چی از این چیزهایی که اصلا وجود نداشت، یه همچین کارایی میکنن. آیا در رابطه با مهریه قانونی وجود داره که مثلا تا اینقدر حد کمش و اینقدر حد زیادش باشه؟ ببینید چیزی به اسم این، اولا مهریه انواع مختلف داره. بله. خب ما مهریه هایی داریم که مثلا بهش میگیم مهر المسما، همینیه که همیشه همه ما ها داریم میگیم و عرضم موضوعتون توافق میکنه و میگیم. خیلی جاها پیش میاد که زن و مرد نمیخوان
به قول معروف مهریه رو تعیین بکنن. اینجا میگن مثلا مهر و سنه باید داشته باشن، یعنی در حدی که پیغمبر برای زنانش، پیغمبر اسلام برای زنانش مهریه تعریف کرده بود. اما اینکه ملاکی وجود داشته باشه، بله ملاک وجود داره. من الان دارم نگاه میکنم که این ماده رو پیدا بکنم و برای شما بگم. یک سری معیار ارائه دادن. خب من میخواستم ماده رو بهتون بگم، حالا همینجور که دارم صحبت میکنم. ببینید مهریه یک سری ملاک باید داشته باشه. یکی اینکه غیر معقول و غیر منطقی نباید باشه. دوم اینکه قابل ملکیت باید باشه، چون به محض ازدواج، به محض گفتن بله، زن مالک 50% مهریه میشه. یعنی اگر قبل از وقوع نزدیکی و بعد از جاری شدن صیغه طلاق، به اصطلاح فقهی میگن بعد از جاری شدن صیغه و قبل از واقع شدن صیغه، خانوم بخواد طلاق بگیره، مالک نصف مهریه هست. اما اگر نزدیکی اتفاق بیفته، زن مالک کل مهریه میشه. پس یک، باید معقول و منطقی باشه، و دو، باید قابل ملک، قابل واگذاری و قابل ملکیت باشه. متوجه شدی؟ بله. این که حالا یک تن مثلا پر مگس، خب این اصلا منطقی نیست. یا مثلا من بیام بگم من مثلا میخوام برای دخترم برج ایفل رو مثلا مهریه قرار بدم، اون قابل ملکیت نیست، این یه چیز مشخصیه. یکی از کارهایی که من پیشنهاد میکردم این بود که اگر مهریه رو میخوام بگیرن، اولا تا همون 110 تا کفایت میکنه برای اینکه تحت فشار بذار، و دوم اینکه از پدر داماد بخوان که با یک سند ملک پرداخت مهریه رو تضمین بکنه. متوجه شدی؟ بله. اینجوری دیگه نمیتونن اینو تقسیطش بکنن. وقتی گفت ندارم، میرن سراغ ضامن، سند رو اجرا میذارن، میفروشن و مهریه رو پرداخت میکنن. ولی وقتی این ضامن وجود نداره، حالا اون مرد میتونه تقسیط بکنه. حالا احتمالاً الان آقایون بر من خواهند شورید که این چه چیزهایی از داری آموزش میدی. همه اینها رو میدونن در زمان قبل از ازدواج که آقایون هر کاری رو حاضرن بکنن، این شرایط رو بانوان انجام بدن که برای بعد از طلاق انقدر رنج نبرند. دقیقا. خب پس نفقه مشخص شد، مهریه هم مشخص شد، اما اجرت المثل چیست؟ اجرت المثل، ببینید زن یه کارهایی رو در زندگی انجام میده که ذاتاً وظیفش نیست. خب من. اما میگن اصل بر تبرع است، یعنی اصل بر اینه که داره رایگان این کار رو انجام میده. اگر نمیخواد تبرعی باشه، باید گوش زد بکنه. چی میگه؟ لباس میشوره، میگه همچی خودمونیشو بخواییم بگیم، رخت میشورم پولشو میخوام، اوتو میزنم پولشو میخوام، جارو میزنم پولشو میخوام، دکمه نمیدونم پیرنتو وصله میکنم پولشو میخوام. اینو بهش میگیم اجرت المثل ایام زوجیت. یعنی کارهایی که منطقا ما میتونستیم یک نفری رو بیاریم و بابتش اجرت پرداخت بکنیم، اگر همسر ما انجام داده باشه در زندگی، میتونه پولش رو از ما بخواد، مشروط بر این که مطالبه کرده باشه. معمولا در دادگاه رسیدگی میکنن و یک مبلغی رو تعیین میکنن. مبلغ خب یه مقدار ناچیز هست. من آخرین پرونده‌ای که اجرت المثل گرفتم حدود 2 سال پیش بود، ماهی 150,000-60,000 تومان اجرت المثل بریدم برای خانوم بابت کارهایی که کرده بود، غذا درست کرده بود. مرد پس باید این ستا رو پرداخت بکنه تا بتونه زن رو طلاق بده. حالا راه فرار آقایون کجاست اینجا؟ اینها میان
و از راه ندارم المفلس فی امان الله وارد میشن و تقسیط میکنن و حالا با تقسیط شروع میکنن این پول رو پرداخت کردن. یعنی شما ببینید یک زنی رو، بله یک زنی رو طلاق میده و حالا ماهی بذارید بگید چقدر، مثلا یه ربع سکه اینطورا، حالا همین حالا خوش یه نیم سکه، و این زن مجبور هر ماه بیاد این رو دریافت بکنه و در قبالش رسید بده که دریافت کرده. آیا اگه بچه هم داشته باشن میتونه این کارو بکنه؟ چی کار بکنه؟ یعنی مهریهشو به اجرا بذاره یا همون حق و زحمتشو بگیره؟ هر زمانی که زن اراده بکنه میتونه اینها رو بخواد. حتی من به شما بگم ما یک چیزی داریم به اسم حق حبس. خب؟ بله. حق حبس یعنی زن میتواند، زوجه به اصطلاح اینها، میتواند پس از جاری شدن صیغه از تمکین خاص، ببینید تمکین عام داریم تمکین خاص داریم. تمکین عام یعنی بیاد با مرد بشینه یک جا زندگی بکنه و به حرف مرد گوش بده. تمکین خاص همون نزدیکی هست. زن میتواند پس از جاری شدن صیغه از تمکین خاص امتناع بکنه و با این استدلال که من حق حبس دارم اول مهریم رو میگیرم بعد تمکین خاص میکنم. زن مالک مهریه است و هر زمانی که اراده بکنه حتی اگر طلاق نخواد میتونه مهریهش رو درخواست. اگر بچه رو نگه میداره چطور؟ همچنین نفقه و اجرت المثل. مادر میدونیم که بیشتر بچه رو نگه میداره و زحمت براش میکشه. اکثرا پدرها مسافرت هستن نیستن و یا اینکه میرن میخوابن. این مادری که باید بچه رو به دوش بکشه و زندگی بکنه و بالاخره هر کاری انجام بده، آیا اونها حق دستمزد هم دارند؟ نه نه نه، ببینید تربیت فرزند طبق قانون حمایت خانواده بر عهده پدر و مادر، این یکی از پیشرفت‌هایی است که خوشبختانه سال 92 اتفاق افتاد، میگه تربیت فرزند مشترکاً بر عهده پدر و مادر است و هیچ کس نمیتواند دستمزد در مورد آن بخواهد. یعنی این موضوع رو از توی اجرت المثل اصلا کلا خارج کرده و هیچ دستمزدی از پدر و مادر نمیتونن بخواهد. بله. ببینید مثلا اگر پدر و مادر طلاق گرفته باشن، خب و... در این صورت نفقه فرزند رو میتونه اوکی. مطالبه بکنه. این چگونه است؟ نه اجرت المثلی که بابتش بخواد، بابت تربیت و نگهداری بخواد، نفقه فرزند رو میتونه مطالبه بکنه. یعنی چی؟ یعنی بگه هزینه نگهداری این فرزند رو پدر باید پرداخت بکنه تا سن 18 سالگی. بله. تا وقتی که بچه به دانشگاه بره. درسته، سن قانونی. خب حالا اینها طلاق گرفتن، فرزندی دارن، حضانت فرزند تا 7 سالگی، قبل از این دختر تا 7 سالگی و پسر تا بکنم 5 سالگی بود، الان تا 7 سالگی چه دختر چه پسر حضانت تا 7 سالگی با مادره و بعد از 7 سالگی با پدر. درست شد؟ من. خیلی وقتا از من سوال میکردن میگفتن ما چیکار کنیم بچه‌مون نمیخوایم بره پیش پدرش. خب؟ درسته. هیچ راهی متاسفانه نداره. تا زمانی که فرزند دختر به 9 سالگی و فرزند پسر به 15 سالگی برسه و بعد اینها رو به دادگاه ببرید و خودشون شخصا اعلام بکنن که میخوام با کدومشون زندگی بکنن، میخوام با پدر زندگی کنن یا با مادر. نگاه نمیکنن ببینن کدومشون از نظر مالی توانایی دارن. یه وقت میبینید که پدر معتاده ولی کن توانایی مالی داره، مادر سالمه ولی توانایی مالی نداره. این چگونه است؟ خانم ارشادی، ما یک اصلی داریم در حقوق کیفری، قبلا با شما صحبت کرده بودم اینو گفتم، اصل تفسیر به نفع متهم. بله. متوجه شدید؟ یعنی قانون رو باید به نحوی تفسیرش بکنیم که به نفع متهم تموم بشه. اوکی. من در دادگاه خانواده از قاضی این رو شنیدم که ما تفسیر به نفع زوج میکنیم،
و من مونده بودم این قاعده حقوقی فقهی رو اینا از کجا آوردن؟ هیچ جای فقه و قانون شما اینو پیدا نمی‌کنید. تفسیر به نفع زوج مثلا یعنی چی؟ طرف مردها رو میگیرن، اما اینکه ملاک پولدار بودن و غیر پولدار بودن، نه همچین ملاکایی نیست. معمولا سعی میکنن طرف پدر رو بگیرن. پرونده ای داشتم که آقا شیشه مصرف میکرد و شیشه رو متاسفانه با آزمایش خون و اینها نمیشه ثابت کرد. تنها راه اثباتش نوار مغزی هست فعلا در ایران، که اون هم دادگاه ها زیاد تن به این کار نمیدن و با پافشاری زیاد اگر حتی مثلا راضیشون هم بکنید و این نوار مغزی بیاد و تأکید بکنه که این شخص شیشه مصرف میکنه، باز هم وقعی بهش نمینهند و میگویند که حالا شاید یکی دو بار استفاده کرده. سه سال و نیم تمام ما جنگیدیم که این مرد شیشه مصرف میکنه و نهایتاً مجبور شدیم زمانی که این فرد رفته بود در دستشویی خانه که مصرف بکنه و من خب خواسته بودم از موکلم که در کمین باش و زمانی که این اتفاق افتاد در روش قفل بکن و بزن پلیس بیاد، که همین اتفاق افتاد و ما از این طریق تونستیم ثابت بکنیم که این آقا شیشه مصرف میکنه. اما باز همین موضوع راه گوشای طلاق نشد. ببینید ما با یک سیستم مکانیزه مرد محور طرف هستیم که به هیچ عنوان زن رو به عنوان یک انسان مستقل نمیشناسه به رسمیت، و یک زن باید کفش های آهنین پا بکنه برای اینکه بره بخواد جدا بشه، و بی خود نیست که بچه هاشون رو به هم دارن فرار میکنن. دقیقا برای اینکه خیلی وقتا من موکل داشتم، پدر بچه معتاد بود، حضانت رو پدر گرفته بود، پدر فرزند یکی از مداحان بود، یکی از مداحان به نام ایران بود، در منزلی که این دختر رو اینها می بردن نگهداری می کردن، پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر با هم دیگه میشستن و تریاک میکشیدن و مادر این بچه میگفت آقا من نمیخوام بچه من ببینه که پدر بزرگ و پدرش و مادر بزرگش چه کار دارن میکنن. اما به صرف این که اینها خانواده مداح بودن، ما نمیتونستیم این حضانت را از اینها بگیریم. بارها و بارها این بچه آمده بود به خانه و پدر حالا یا در خماری یا در نشگی بچه رو زده بود که او پاره کرده بود، ولی چون پدر بود، طبق قرآن پدر مالک فرزند است، پدر مالک فرزند است. ببینید اگر مادری فرزندش رو بکشه قصاص میشه، ولی اگر پدری فرزندش رو بکشه نهایتا زندانی میشه. اینا قانون اسلامی است دیگه، درسته؟ اینها تمامش از اسلام آمده. و اینکه پدر مالک فرزند است، این دقیقاً آیه قرآنه که میگه فرزند و زن شما، فرزند و همسر شما جزء دارایی شماست. آیا در زمان گذشتم این قانون‌ها وجود داشت در زمان شاه فقید؟ ببینید قانون مدنی ما در سال 1307 تصویب شده. بله متاسفانه اینها در اون زمان تصویب شده، اما باید این رو بگم که ببینید در زمان تصویب این قوانین به هر حال فشارهایی وجود داشت از سوی مدرس و بسیاری دیگر از روحانیون، و اینکه جامعه اون زمان ما فراموش نکنیم که یک جامعه بسته و فوق‌العاده مذهبی بود. بنابراین این که بیان از فقه همچین قوانینی رو بگیرن در زمان خودش شاید یک حیله سیاسی باشه، یعنی اما این که این قوانین از... ماندگار میشه جناب هوشمند گرامی، یعنی میخواییم بگیم از عربستان هم محیط بسته در بود که امروزه من دارم راجع به جامعه ای صحبت میکنم که از قاجار تحویل گرفته شده. من دارم راجع به جامعه ای صحبت میکنم که امروز بعد از قریب
به 100 سال از کشف حجاب گذشته هنوز به این درک نرسیدند که کشف حجابی که پدر ایران نوین رضا شاه کبیر انجام داد تا چه حد به نفع جامعه ما بود و تا چه حد مدرنیته رو به کشور ما آورد. جامعه ای که از قاجار تحویل گرفته شده بود، زنها نیمی از کشور، جامعه مرده کشور به حساب می آمدند، حق نداشتند به خیابان ها بیان. و این کشف حجاب، اگر من نمیدونم، آخه ما وقتی راجع به محمد و حسن و حسین و علی حرف میزنیم میگن در زمان خودش برید مقایسه بکنید، وقتی راجع به رضا شاه صحبت میکنیم با میلیاردهای امروزی میان میسنجن. بله خب این دیگه حربشونه دیگه که بتونن یک نقطه ضعفهایی رو پیدا بکنن که در باهاش صحبت بکنن. چون اگر بگیم ایران که رضا شاه کبیر پدر ایران تحویل گرفت از قاجارها، چه بود و چه کاری بهش کرد؟ خب اینا براشون سخت میاد. باید توده‌ای ها، باید مجاهدین، باید کمونیست ها، اینها بیان یک چیزی را، یا جبهه ملی بیان یک کاری در مقابل این عمل بکنن. مگه زمان محمد رضا شاه فقید با سوئیس و ایتالیا و کشورهای دیگه مقایسه میکردن، با کشور خودمون مقایسه نمیکردن که در چه حدی بالا رفته بودیم؟ مردم ایران متاسفم، البته نه همه، ولی اطلاعات و آگاهی در مورد کشورشون ندارن. یعنی درس های میگن علوم اجتماعی در مدارس، ولی این علوم اجتماعی، این چیزهایی که شما تعریف میکنید، همه چیزهایی است که باید انسانهایی که در یک جامعه زندگی میکنن از اینها آگاهی داشته باشن، ولی کدوم از ماها میدونی؟ برای همین حق هامون از بین میره متاسفانه. ببینید مردم ما نمیدونن که زنها در ایران 10 سال زودتر از سوئیس دارای حق رأی شدند. حق رأی که همین خمینی گور به گوری که عکسشو تو ماه دیدن و متاسفانه جامعه روشنفکر رو تحصیل کرده که ما جلوتر از همه ریخت منحوس ایشون رو رفت در ماه دید، همین خمینی اعتراض کرده بود به اینکه چرا به زنها حق رأی میدید. بله از ماست که بر ماست خانم ارشادی، از ماست که بر ماست. ما خودمون، حالا من که نبودم خوشبختانه اون زمان من نبودم، ولی اونهایی که انقلاب کردند این چیزها رو ندیدند، نشنیدند، نفهمیدند. من فکر میکنم همه رو دیدن و شنیدن، قولهایی که بهشون داده شده بود، که چون میدونید بیشتر ما ایرانی ها، الان شما به خارج کشور مراجعه فرمایید اپوزیسیون ها رو ببینید، چرا با هم اتحاد نمیتونن بکنن؟ همه میگن ما رئیسیم. در جلسات مختلفی من شرکت کردم و میکنم، در حدود 26-27 ساله که کار رسانه‌ای انجام میدم، وقتی که دعوت میشم میگن حالا اول اجازه بدین رئیس صحبت بکنه، هر کی بره تو حرفش اعتراضی صحبتی بکنه طرف رو قطع میکنن صداشو. اینها حرفایی است که ما باید بزنیم بگیم. نمیتونیم ما بگیم که ما همه میدونیم، همه میخوایم رئیس بشیم. دقیقا من دو تا نکته رو اینجا بگم. یکی این که این آقای امین انتظام که افتاد مرد، بله، الان شده قهرمان ملی. میبینید دیگه در فضای مجازی چه بزرگ، ای زندانی سیاسی، ای بزرگوار، ای نمیدونم نلسون ماندلای ایران، بابا این طرف یکی از خائنا بود، این یکی از همونایی بود که این بلا رو 40 سال سر ما آورد. حالا دست بر قضا خودش جواب داد، یعنی همچین تقاص گناهانش رو پس داد تو این دنیا. نه چرا ای بزرگوار، چرا ای خیلی اتفاقا من نمیخوام اینو بگم، ولی من واقعا خوشحالم، یا ای کاش برای تمام تک تک اون کسایی که رفتن توی خیابون مشتشون رو بردن بالا و بر پادشاه ما شعار مرگ بردادند، ای کاش برای تک تکشون این اتفاق افتاد. جناب هوشمند گرام، چرا برای پادشاهمون؟ دخترای ببینید در ترکیه چه میکشند. من در حدود 1 ساعت پیش مصاحبه‌ای داشتم با خواهر یک فردی که گرفتنش در اونجا،
ببینید چه زجه هایی میکشن، زجه هایی میزنن، پسران جوان رو چگونه میدوزدن و در این نات کلوب ها برای سکس برده سکسی میکنن. ببینید فقر در کجاست، عده عده با قایق با هرچی که میان در یونان لختشون میکنن، میفرستن در جنگل ها سینه پهلو میکنن، مریض میشن، میافتن، بر نمیگردن به ترکیه، یا در آبها غرق میشن، در کوه ها بهشون تجاوز میشه. اون مشت های گره کرده امضاهایی بود که پای این قرارداد نوشتند ما هم برای نابودی ایران شریک هستیم. خونهای تمام سران رژیم شاه فقید، ما برای کشتن اونها سهیم هستیم. دخترانی که نابود شدن، خیابانی شدن، کودکان خیابونی، نمیدونم تمام معتادها، گورخوابها، ما این رو امضا میکنیم که این کار عملی بشه. اینها ایران رو، مردم ایران رو نابود کردن. حالا شاه ایران یک نفر بود، با یادش فوت کرد و یادش هم بسی همه هم بهش میگن خدا بیامرز، ولی مردم ایران رو به کجا کشون؟ همه ماهایی که آواره هستیم، همه این ور آبها هستیم، به قول معروف هیچ کدوم با هم سازگاری نداریم، همه از به هم بدبین هستیم، چه کسی کرده؟ همونایی که مشت ها رو گره کردن و گفتن که، البته به اصطلاح روشن فکران تاریک فکر، که خب پول گرفتن، مزدور بودن اینها، پول هایی که از عربستان و فرانسه اینا می گرفتن. خود شما بیشتر در جریان هستین، ولی مردمی که نمی دونستن الان میگن که ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم. اینها کسانی هستن که پای یک پتیشنی رو، یک انتخابی رو امضا کردن که ما رأی بر این میدیم که ایران و مردم ایران رو نابود کنید. حالا عذرخواهی دیگه درست میکنن، ولی فایده ای نداره، انجام شده. ببخشید خانم ارشادی، زندگی من از خودم صحبت میکنم. زندگی منی که تمام عمرم رو صرف درس خوندن کردم، زحمت کشیدم، ساختم رو پای خودم، خودم یک نفری در کنار همسرم، پشت به پشت هم دادیم، خونه برای خودمون، خونه ساختیم، زندگی ساختیم، یک زندگی در حد خودمون داشتیم، دفتری داشتیم، ماشینی بود، و بعد من باید امروز آواره دنیا باشم و کارهایی رو بکنم که خب شما میدونید و هر کسی که به اروپا میاد میدونه، بله، و تن به این کارها بدم. کی میخواد جواب بوی من باشه؟ همون مشتهایی که کرده. من 3 روز 4 روز من پشت سر هم نمیخوابیدم، سر جلسه امتحان از هوش میرفتم برای اینکه بتونم امتحان بدم، برای اینکه فوق لیسانس بگیرم، برای اینکه بتونم شاگرد اول بشم و اتوماتیک برم توی دکتری، دوره دکتری بشینم. کی میخواد جواب این زندگی که الان تباه شده رو بده؟ همون مشت های گره کرده ای که در خیابان ها گفتن که شاه باید بره. پسر جوان 23-24 ساله ای با من تماس گرفته که قهرمان قایقرانی ایران بود. آمده میگه رفتم، میگم قهرمانم، به هم کاپ و این چیزا دادم، وارد شدم تو فرودگاه، ازم گرفتن و به هم کلی هم توهین کردن، گفتن اگر بری بگیم این گونه میکنیم، این گونه میکنیم. رئیس فدراسیون هم آمده درخواست های ناجور کرده، فرار کرده. یک جوان 24 ساله قهرمان، شما فکر کنین رئیس فدراسیون میره میگه من میخوام به تو تجاوز کنم، اگر باشه هم کاپ تو میگیرم، هم اله میکنم، هم میتونی رئیس جمهور رو ببینی. قهرمان بوکس ایران الان در سوئد پناهنده شد. شما ببینید اینا رو دیگه، اینا همونا مشتان، اونها همه حاصل اون مشت هاست. اینا میان میگن ما اشتباه کردیم دیگه، با اشتباه کردیم که درست نمیتونم کاریمشون انجام بدیم، ولی خودشون باید در شرف و وجدان و تمام این کارهایی که امروزه به سر ایرانی میاد، از خجالت خودشون رو از بین ببرن. پرونده‌ای بود که متاسفانه مثل پرونده آقای توسی سر صدا نکرد. حدود 10 شاکی داشت در مورد یکی از این مربیان فوتبال، بله، که اجازه بدید من نامش رو نبرم به خاطر اینکه به هر حال ما یک سری مسائل رو ما باید مراعات بکنیم. 8 یا 9 شاکی پسر بین 18 تا 21 سال، و می گفتن که این آدم ما رو وادار کرده که کارهای آنچنانی باهاش بکنه. بله.
و اینها افرادی هستند که در حکومت اسلامی دارن کار میکنن. حالا علی. باز اینها هی برن بله حالا هی برن دو مرتبه بیان بگن فرخزاد اینجوری بود، فرخزاد اونجوری بود، فرخزاد اگر هر چیزی بود، فرخزاد وابسته حکومت نبود، فرخزاد اگر هر چیزی بود با مردمش صادق بود و پنهان نمی کرد. بله. زندگی فقط خودش یکم زودتر از زمانش به دنیا اومده بود. آفرین، دقیقا همینطوره. اصلا زندگی خصوصیش بود. الان اسلام ناب محمدی که دوربین گذاشته زندگی خصوصی هر کسی رو زیر نظر داره. تمام قوانینش از کمر به پایین. فوتبالیست نمیدونم، رئیس فدراسیون فوتبال میاد، رئیس فدراسیون کشتی میاد، و هر جا رو که میایم باز میبینیم دو نفر فرار کردن. آقا جون چرا فرار کردین از مملکتتون؟ شما که قهرمان بودین، شما که اینقدر مردم دوستتون داشتن، به همون پیشنهاد بله. تجاوز شده بود. آخه این چه مملکتیه که کسانی که ورزشکارن اینگونه به سرشون میاد، یا میارنشون خارج بهشون پول نمیدن، میرن دنبال یه جایی میگردن که یه سوسیسی چیزی بخورن سیر بشن برن تو مسابقه، شب خواب میمونن، صبح خواب میمونن، نمیرسن. این اصلا تمام اینها درست جمهوری اسلامی داره جنایت کرده و میکنه و خواهد کرد، اما زیر بنای این همون مشتهای گره کرده و به اصطلاح روشن فکران کوردل و خائن به ایرانه که پول گرفتن از خارجی ها و ایران رو نابود کردن. ایران حالا دیگه من و شما و دیگران، شاید شما رو البته عرض نمی کنم، شاید دیگران انقدر چیزی نداشته باشیم ببخشیم یا نبخشیم که شاهزاده میگه همه باید عفو عمومی داده بشه، ولی اینها در تاریخ ایران میمونه. نسل های آینده که بخونن میگن ننگ بر این روشن فکران، ننگ بر این گروه های سیاسی که در یک همچین موقعیتی که ایران به نقطه بالای رشد اقتصادی و آزادی های مدنی رسیده بود چگونه نابودش کردن، چگونه خود ایرانی ایرانی رو این ایران رو کشید پایین. و اونا هم همون مشکلی دقیقا گزه کرد. ببینید بانو، بحث عفو عمومی یک بحث کاملا صحیحی هست. ببینید در هر جای دنیا زمانی که انقلابی اتفاق میفته یا تغییر ایجاد میشه، معمولا بعد از گذشت یک مدتی حکومت یک عفو عمومی اعلام میکنه، یعنی میگه اون کسانی که یک روزی مخالف من بودن یا با من نبودن به هر دلیلی، یا من محاکمهشون کردم یا فلان، دیگه امروز به لحاظ اینکه حضور ندارند یا به لحاظ اینکه من پایگاه چیزم به قول معروف پایگاه مردمیم تثبیت شده هست و حکومتم ثابت و متزلزل نیست، من عفو عمومی میدم و هر کی میخواد برگرده. بله، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بعد از گذشت 40 سال هنوز عفو عمومی نداده. این بده. اگر رضا شاه دوم میگویند که باید عفو عمومی داد، کاملا حرف درستی میزنند. ببینید، ما باید تفاوت خودمون رو با سال 57 به نمایش بگذاریم. درسته؟ بله. ما بنا نیستش که کاری رو بکنیم که در سال 57 اتفاق افتاد و هنوز ادامه داره. درست عرض میکنم یا نه؟ اگر بنا داره. باشه که ما هم من البته میگم بستگی داره. البته من واقفم به اینه که خب شما یک وکیل خبره‌ای هستید در این کار، میدونید چه کار باید بکنید، کارتون با قانونه، همه اینا رو مد نظر دارم. ولی دوست گرام من، کسی که فرزندش رو جلو چشش گرفتن و بال بال میزد زیر ماشینش کردن، این مادر گریه میکرد، نونخورش رو گرفتن کشتن، آیا عفو عمومی رو به چی میدن؟ به اینها بدین؟ و البته میگم من ببینید عفو عمومی به جنایتکار که نمیدن. اگر کسی محکوم به قتل، ببخشید متهم به قتل هست، اون باید انجام بده. عفو عمومی در مورد
تفکرات سیاسی اعطا میشه. چقدر خوب شد اینو گفتین. حالا من یه سوال در همین رابطه باهاتون دارم. اگر میدونم وقتمونم داره تموم میشه، شما را اذیتتون میکنیم، خستتون کردم. ببینید، میگن عفو عمومی کسانی که جنایت کردن، مثلا همین پاسداری که از روی یک جوان رد شد، کسی که با باتوم زد تو سر یک کسی، مخش اومد تو دهنش مرد، باید اون شخص رو گرفت مجازات کرد. آیا یک ایده رو باید مجازات کرد؟ دوست گرام من، این ایده‌ای که جمهوری اسلامی مغزشویی کرده به جوانان، پاسداران، بسیجیان، لباس شخصی‌ها، نوح خان‌ها داده که اگر این نباشد غیر از این به جهنم میرین، اون مجبوره برای اینکه جهنم نره این کارا رو بکنه. اون ایده رو که ببینید خانم ارشدی جانب. الان دقیقاً من جواب این سوال شد. طبق قانون مجازات خود اینها، یعنی طبق قوانین جزایی فقهی که الان در قانون مجازات ما اومده، خب اون مأمور بوده و معذور، درسته؟ آفرین، پس باید بخشیدش. اون دیگه از دستور فرمانده اطاعت کرده، درسته. مأمور فقط برای اینکه از دستوری پیروی کرده که منجر به انجام یک جرم شده که قتل نفس هست، حالا باید بیاد دیه بده. اما چه کسی رو ما باید برای پاسخگویی به این قتل به عنوان متهم دستگیر بکنیم؟ دقیقاً مسلماً عامل رو، نه مأمور رو، کسی که دستورش رو داده. بله، منظور منم همینه. خب اما اینها شامل عفو عمومی نمیشن خانم ارشادی. عرض میکنم عفو عمومی برای عقاید سیاسیه، نه اینکه یه نفر دزدی کرده بگیم خب حالا دیگه عفو عمومی دادیم همه از زندان بیان بیرون. نه، به هیچ عنوان اینطور نیست. مجرم طبق قانون رسیدگی میشه. اما ما این همه الان حدود 1:40 است داریم بر اسلام میتازیم. اگر ما بگوییم که این عامر رو باید بکشیم، خب پس فرق ما با اسلام چیه که میگه اگه کسی رو کش بگیریم بکشیدش؟ خب حالا من این سوالو از شما میکنم، کاملا حرف شما منطقی است. توسی که زندگی، شما میدونید تجاوز در روحیه یک فرد چقدر اثر گذاره، چون صحبتهایی که با بانو میترا بابک هر هفته داریم این رو عنوان میکنیم و شاید سالهای سال طول بکشه تا به زندگی عادیش طرف برگرده. اگه دختر باشه که در موقع ازدواج مورد به اصطلاح گرفتاریش براش پیش میاد در مورد زندگیش، پسرم باشه همین گونه. پس زندگی چندین تن رو، به طور مثال توسی، چندین نفر رو از بین برده. آقای خامنه ای ایشون رو بخشیده. اگر ما بگیم اسلام گفته اونا کشتن، حالا ما هم بکشیم مثل اونا میشیم، پس با اینی که 8 زندگی رو نابود کرده بگیم که حالا تو برو تو زندان ولی دیگه این کارو نکنی ای شیطون، خب چگونه میشه؟ چگونه مردم رو میتونین خشمشون رو بخوابونن؟ والا متوجه عرایز بنده میشین؟ بله، من متوجه هستم شما چی میفهمید. اما ببینید خانم ارشدی، ما یا داعیه حقوق بشر رو داریم یا نداریم؟ خب بله، من یه جاهایی واقعا دلم میخواد یه کسایی، یعنی اعدام کمه شده، نظر من اعدام کمه شده، یعنی یه کسایی رو مثل همین توسی رو من احساس میکنم اگر من بودم مثلا میداختمشون یه جایی، هر روز با ناخونگیر یه تیکه ازشون میکنم تا اینا تموم شد. اما این من شخصیه، من مبارز، منی که داعیه مبارزه و دفاع از حقوق بشر دارم، من میگم آقا حقوق بشر میگه هیچ کس حق نداره جون هیچ کس رو بگیره، هیچ بحثی دیگه من روی این ندارم. وقتی حقوق بشر یه همچین چیزی رو میگه، من بیچونه چرا میپذیرمش. آیا حقوق بشر برای همه یکسانه؟ اینایی که دم از حقوق بشر میزنن یا فقط برای آمریکاست؟ چون ببینید در افغانستان و پاکستان، در یمن چقدر کشته میشن، اصلا گروه گروه کشته میشن، اسمش هم در ایران خودمون بچه 16 ساله رو میبرن بهش تجاوز میکنن اعدامش میکنن، کجاست حقوق بشر؟ من
اصلا با فردی صحبت میکردم در رابطه با همین حقوق بشر در آمریکا، گفت کدوم کشور رو شما سراغ دارید که حقوق بشر آمده از همه دنیا خواسته که این کشور به دلیل نقض حقوق بشر باید مجازات بشه؟ حقوق بشر فقط جسته. چطور برای کشورهای ما جسته ولی برای آمریکا دیدید چگونه اومدن؟ آلمانی اتفاقی اومد، همه دستاشون رو به هم گره کردن تو خیابون را افتادن. چطور برای کشورهای آسیایی حقوق بشر حقوق بشر نیست؟ به هر حال تمام این حرف ها و این انتقاد ها درست و سر جای خودش، اما ما یا میخواهیم که به قول معروف به نکست لول برویم یا نمیخواهیم. کشتن مخالف همون چیزی است که جمهوری اسلامی انجام داد. با خونهایی که جمهوری اسلامی ریخت، این خونها گریبان همه ما رو گرفته. 40 ساله ما داریم تقاص عشقهای شاهنشاه آریامهر رو پس میدیم و تقاص خونهایی که ریخته شد به هر نام، به نام اسلام، به نام انقلاب، به نام خمینی، به نام هر نام، ما داریم تقاص این خونها رو پس میدیم. ما انسانیم، اونها هم انسانن و هیچ انسانی حق نداره زندگی انسان دیگه رو ازش سلب بکنه. من فکر میکنم اگر از این طرفش نگاه بکنیم، مجازات حبس ابد به مراتب مجازات سختتر و سختگیرانه تر و با شقاوت بیشتریه. باید مواد قضایی نشون داد، بودجه میخواد جناب هوشمند، تموم میشه. بله اون یه دفعه تموم میشه، ولی اگه تمام عمرش تو زندان باشه بودجه لازم داره. ناهار میخواد، شام میخواد، صبحونه میخواد، لباس میخواد، کفش میخواد، هزار و یک چیز میخواد. ولی یه بار بالا اعدام میکنن در مقابل این همون اوایل که از رژیم برگشتن. خیلی ها معتقدن که باید این گونه بشه. اونهایی که این کارا رو کردن یه پاکسازی انجام بشه، بعد قانون بیاد و حرف اول رو بزنه. بله دقیقا همینطور هست که میفرمایید خانم ارشادی. اجازه بدید که بعدن این بحث رو پی بگیریم. بله بله، ما وارد بحث دیگه شدیم، از بحث خودمون هم اصلا دور شدیم. من هفته آینده مجددا در خدمت شما هستم. بله ما این بحث رو ادامه بدیم 100%. ما این حتما این بحث رو عزیزان شنونده ادامه خواهیم داد و تبلیغش رو خواهیم کرد. اگر سوالی و یا میخواین روی خط بیاین گفتگویی داشته باشین، حتما این کار رو انجام بدیم و بتونیم این بحث رو به جایی برسونیم که ببینیم هر کدوم از ما نظرمون چیست. بعضیا معتقدن که در ابتدای گذر از جمهوری اسلامی یک سری این مفسدان و این بیکاران و این کسانی که اختلاس کردن و کلی کار کردن که ایران را از بین ببرن رو یه پاکسازی قشنگ بکنیم، بعد قانون بیاد جایگزین بشه و عفو عمومی داده بشه که مردم می‌خورده دلشون خونک بشه. حالا اگر اونا رو هم دوست نداریم به بحث میشینیم با جناب هوشمند، وکیل پایه یک دادگستری، همکار بسیار گرامی. اگر که در پایان صحبتی دارید بفرمایید که بقیه بحث همین اعدام آره و خیر در آینده. بحث حقوق زنان ما ناتمام موند و امیدوارم که به زودی این بحث رو با هم تمامش بکنیم. حتما، ولی این دفعه دیگه من از شما سوال نخواهم کرد و میریم برای اینکه اسلام و قانون در مورد زنان چه میگوید. براتون روز و شب بسیار خوبی رو آرزومندم و بهترین ها. امیدوارم که تا برنامه آینده بتونیم گفتگوهای مثبت‌تر و بهتری داشته باشیم. از عزیزان دیگر هم دعوت بکنیم که به جایی برسونیم که بتونیم. یک دنیا سپاسگزارم. اوقات عالی خوش. خدا نگهدار. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اگر جز تو همراه و دلبر دیگری جویم، حرامم باد این هوس بازی. اگر راهی جز به کوی دلت در جهان پویم، حرامم باد این هوس بازی. توی و پسین مرغ باغ عشقم، توی نازنین، بی تو هستم تنها، همه شادیم شوق روی و مویت. منم برکیم مهرت همچون دریا. اگر جز تو همراه و دلبر دیگری جویم، حرامم باد این هوس بازی. اگر راهی جز به کوی دلت در جهان پویم، حرامم باد این هوس بازی. در ایام خاری تو بودی مرا هم دمی مهربان، به شبهای ظلمت تو بودی مرا گرمی آشیان، به پاییز بی برگی من توی لاله آتشین، به شبهای تنهایی من توی نازنین هم نشین. پاییز بی برگی من توی لاله آتشین، به شبهای تنهایی من توی نازنین هم نشین. نیابی به جز من تو عاشق ترینی به روی زمین، نیابی به جز من تو عاشق ترینی به روی زمین.